درود به رفقای عزیز، خیلی خوش اومدین به ویدیو جدیدمون. رفقا این دیگه احتمالاً که 99% منظورمه آخرین ویدیوی سیزن گذشته خواهد بود و چیزی که الان داریم ما هم دیگه مشاهده میکنیم آخرین بتل های هادی هست، شخصی که الان در حال حاضر تو تاپ 50 دنیاست و بعد ببینیم که چی کار میکنه. امروز کلن میخواییم هادی رو تحت نظر داشته باشیم، ببینیم چی کار میکنه، ترکیب رو چطور میزنه، ترکیبش در چه حالتیه. مطمئنه که دالپرینس واقعا یکی از بهترین ترکیب ها بود، ولی خب ورژن خود هادی که داراش بازی میکنه خب طبیعتا نه، یه ورژن دیگه ای از دالپرینس که گوبلین جاینت داشت که واقعا اکثر پلیر رو داشتن باش بازی میکردن خیلی خوب بود. ترکیب الان هادی که همه میشناسیمش، دالپرینس باز معروف گلوبال و به جرأت میتونم بگم بهترینش هست در حال حاضر و توی کلن کریرش همیشه بهترین پلیر دالپرینس بوده، همه اینو میدونیم. لایک ویدیو رو بچه ها فراموش نکنید. آخرین ویدیو از سیزن در واقع سیزنی که گذشت دو سه روز پیش برای شما، البته من که دارم این ویدیو رو براتون الان میگیرم روز یک شنبه هستش، روز آخر سیزن هستش و طبیعتا شما این ویدیو رو احتمالا چهارشنبه یا پنجشنبه ببینید. ویدیوی خفنی خواهد شد، مطمئن باشید. بتل های آخر هادی همیشه جذابیت خاص خودش رو داره و دیگه یعنی بعد این ویدیو شما میتونید ویدیوهای جدید سیزن جدید رو بکنید دیگه. طبیعتا ویدیوهایی مثل با پکای ولوشن 100% پکا بالون گریویارد کلی براتون پخت و پز رو انجام بدم و لذت ببرید. خب چیزی که مشخصه هادی میتونه ترکیبای مورتا رو بزن، برخلاف من که واقعا 99% شرایط رو به ترکیبای مورتار واگذار کردم و توییترم توی کشور برزیل چیز شده بچه ها، کلن ممنوع شده. یه لحظه من اینو یه چک کنم شرمنده. اوکی آره بچه ها، کلن ممنوع شده و خیلی ها بهش پرداختن، مثل باس یه نفته دو هفت که گفتن لوکاس ایکس گیمر که در واقع میخواد توی سی آر ال شرکت بکنه و بیلیت طلایی رو هم داره، مثلا چطوری باید با سوپرسل در ارتباط باشه، چون راه در واقع پیام و اینجور داستان توی توییتره واسه همه پلیرا، به این دارن میپردازن فعلا. داستان های توییتر همینه، ببینیم هادی چی کار میکنه. فکر کنم تموم کار. آره اوه 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 شیت، چی شد؟ شیت بچه ها، باورم نمیشه چه بتل عجیبی بود. خب رفقا بریم برای بتل بعدی. نمیدونم بچه ها هنوز مشخص است که ما فینیشم چند بشه. البته شما که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید احتمالا مثلا روز قبلش شما فینیش من رو دیدید. یه لحظه. اوکی آره بچه شما فینیش من رو دیدید و طبیعتا با خبرید که چه اتفاقی افتاده. آورورا که خب پلیر خیلی خفنیه بچه ها. شرمنده بچه ای، خود من سرما خوردگی دارم اگه صدام بد میاد یا بعضی از شرایط بازی خوب نتونستم توضیح بدم به خاطر همینه. ترکیب آورورا خب رویال جاینت، عجب چیز عجیبیه، ترکیب عجیب یا رویال جاینت. ویزارد یه وید خفن، خیلی خفن
واقعا ویدایی که هادی میزنه خیلی خفنه بچه ها کلن. زب آها دیگه دمجی که میخواست وارد شد عالی و هزار تا همین الان بیشتره بچه ها. خیلی عجیبه ها. ببینید این خابری که داره باش بازی میکنه هادی واقعا قفله برای هر کسی، امکانش نیست که بخواد بازی بکنه باش. خیلی کار سختیه واقعا، واقعا کار سختیه و اون در واقع اون تاور گذشته نیست، اینجوری بخوام بهتون بگم این تاور معمولیه تو سطح 3 دیگه. الان مثلا میخوایم یه رده بندی بکنیم، تو رده اول و بهترین تاور ها الان کلنر اولشه، دومش پرینسسه و سومش هم دگره و به نظر من الان دیگه باش بازی کردن اسکیل میخواد با این تاور. خیلی کاره خفنی رو داره انجام میده هادی. اوکی یه ضربه بسیار عالی وارد شد. خب آرژی ببینیم چیکار میکنه کارش بچه جلوی. به نظر من آرژی یکی از ترکیبایی که به نظرم برای هادی سخته، برای ترکیبی که خود هادی داره باش بازی میکنه سخت و طاقت فرساست. البته برای نسخه ای که رویال جینت در واقع یه نسخه دیگه شده، در منظورم همونی که فونیکس داره، اون میتونه بهتر باشه. این کنون داره، کنون کارت داره و توی دفاع خیلی بهتر میتونه جلوی دال پرینس عمل بکنه. ولی خب به هر حال خب کینگ تاور اوه یه لحظه گفتم اکتیو شد که اصلا برای هادی اهمیت نداره به نظر من. اکتیو شدن کینگ تاور آخرین چیزیه که بخواد بهش فکر بکنه. اوکی جنت از روی پول رفقا چقدر داره عجیب پیش میره و فکر کنم دیگه آره دیگه فونیکس گرفته رو تاور. تمام چه بتلی. اینم از روز اورورا رو شکست داد. البته اسمشو نمیدونم، نمیدونم دارم درست تلفظ میکنم یا نه. خب رفقا بتل بعدی ریمینور، شخصی که خودم هم خیلی بهش خوردم تو این سیزن، با ترکیب رمیلی بازی میکنه. 90% شرایط خب میبرم این ترکیب و این پلیر رو کلان تا الان 4-5 بارش خوردم، برعکس رمیلی که همه رو باخت به من تو این سیزن، این ریمینور یه بار من شکستید با همین ترکیبش هم بود بل. و پلیر بی نظیریه، نمیتونم بگم از رمیلی مثلا سطحش بالاتره چون امکان پذیر نیست، ولی جلوی من این ریمینور بهتر بازی کرد واقعا نسبت به رمیلی. تو تقابل هایی که داشتیم کاملا سطح خودش رو نشون داد و من این پدیر بالایه رو شاید بهتر از رمیلی میدونم. حالا دوستان شاید بگن نه اینطور نیست، شاید میون نشناسن این پدیر رو به این نظر رو بدن، ولی خب واقعا پدیر بالاییه شاید مثلا بگیم 50-50 باشه قدرتش با رمیلی، قدرت سایکل، قدرت اسکیل، گیم پلی، همه اینا باید در نظر گرفته بشه و چیزی که به نظرم اومد رو بهتون گفتم. و من فکر نمی کنم این ترکیب برای هادی یه چیزی مثلا آسون باشه. به نظرم 60-40 یا 50 دیگه نهایت 50-50 این مچ. بران باید دید که چه اتفاقی میفته. تا بر سمت راست یه موضوعی هست بچه رمیلی، بس اونایی که دوست دارن من فکر کنم همه تون رمیلی رو دوست داشته باشید. یه فکتی راجعش بگم شاید نمیدونست بچه ترکیب اولش رو کیا ایدشونه. ترکیب اول رمیلی تو
تو سالهای 2019 تا 20 نهایت بازی میکرد با اون ترکیب، دیگه از 2021 با ترکیب چیزی که مشاهده میکنید، البته این که نه، ولی خب یه سری تغییرات داد توی این متا، ولی خب قبلترش یه ترکیب دیگه بود، یه ترکیب داشت، آیس ویزارد داشت، راکت داشت، وال بریکر، ماینر، گابلین، ارزام خدمتتون که والکری و کلی کلی کارتای خفنی، تورنادو، قشنگ یادم بچه این ترکیبش چه ترکیب خفنی داشت، خدایی اونم خفن بود. من حتی بهترین رنکی که رمیدی با اون ترکیب زد رو هم یادمه، رنگ اشتباه نکنم 8 دنیا رو زد. خب عزیزان بریم برای بطل بعدی، هادی داره بازشو سخت پیش میبره، امیدوارم که بهتر بشه شرایط هادی و بتونیم آخرت گیم پلی رو از این عجوبه ایرانی ببینیم. واقعا اگه شخصی باشه که من تو ایران توی لوکال خودمون خیلی قبولش داشته باشم بدون تردید هادیه، هیچ کس هم به اندازه هادی قبول ندارم، حقیقت همه تون میدونید و واقعا هم حقشه، خیلی خیلی زیاد حقشه. گیم پلی که هادی داره من بارها گفتم دست هیچ بنی بشری نیست، واقعا فقط حیف که یوتیوب نداره، همین، اگه یوتیوب داشت من خودم حاضر بودم هر روز ویدیوهاشو توی کامیونیتی بذارم، هر کاری که میتونستم اصلا در برمیت میکردم، چون واقعا پلیریه که خودتون میشستش، یه هادی اصلا بحثش با تمام پلیرهای دیگه برای من جداست، رسپکت کامل همیشه بهش میذارم. اوکی دوباره به ترکیب ریمینور یا همون ریمیلی خودمون خورده که خب دیدیم چطوری وضعیت، اگه حریف خوب بازی بکنه میتونه هادی شکست بده، همین الانم این شانس رو خیلی داره، بیشتر از هادی شانس پیروزی داره. خب طبیعی هم هستی یه بچه ها یه آرچر مجیک آرچر توردو بکنه کار تمومه واقعا، ولی خب میگم من جلوی اون حرکت های ترکیب رو میتونم بگیرم، حرکت های ترکیب بالایی ها. و خب با وجود پکای اولوشن و متای احتمالی پکا بریج اسپم احتمالا این ترکیب دیگه رو به افول بره، ترکیب خالی رو عرض میکنم، دیگه قدرت سابق رو به نظرم نمیتونه داشته باشه، یعنی دوباره برمیگردیم به دورانی که فقط هادی با این ترکیب بازی میکرد، دیگه واقعا کسی نیست که یادش نره این موضوع رو که هادی بچه واقعا تا همین یک سال پیش تنها پلیر این ترکیب بود. این یکی دو ما رو نگاه نکنید، به خاطر متایی که وجود داشت دال پرینس قوی بود، همه ازش استفاده میکردن، ولی خب تا قبلترش فقط خود هادی با این ترکیب بازی میکرد. دوباره برمیگردیم به همون شرایط، مطمئن باشید. خب بریم برای بطل بعدی. خب عزیزان دل بریم برای بطل، اوه اوه به کارل د لژند میخوره، لاوا پلیر معروف، یه بحثی هم از بین لاوا پلیر الان خیلی گرمه بچه، واقعا الان لاوا اینو دارم به جرئت بهتون میگم دیگه واقعا بهترین ترکیب حال حاضر بازیه لاوا. اینو چرا دارم بهتون عرض میکنم، ببینید الان که تقریبا روزی یک شنبه هستش و روز آخر سیزنمون هستش، همین الان توی تاپ 100 من داشتم میشمردم از فرنیس خودم، حالا به گلوبال کاری ندارم، از فرنیس خودم 8 نفر با لاوا دارن توی تاپ 100 بازی میکنن، فقط از فرنیس خودم، پارسا ام، نمیدونم کوسی، اکبی، راکان، همین کارل، یه نفر دیگه است آندرست باس، یه نفر دیگه است اسمش قشنگه چینی نوشته شده، اون بچه فقط از فرنیس هم 8 من شمردم قشنگ، این نشون دهنده اینه که بچه لاوا متاه، لاوا بهترین ترکیب حال حاضر بازی کلش رویاله و نمیشه منکرش شد. توی کلنه ما این نفر هست اسمش سیگناله، همون هم توی تاپ 100 الان،
لاپلر خیلی خوشبالشونه این چند وقت، این یک سال اخیر بهترین نظر من اگه بخوایم جمع بندی بکنیم تو یک سال گذشته، بدون تردید من بهترین ترکیب بازی رو لاوا انتخاب میکنم، اصلا مشخصه. و ضعیفترین ترکیبم 2-6 رو من انتخاب میکنم به نظر من توی یک سال گذشته. البته این سیزن 2-6 خیلی شرایط بهتری داره، پلیراش رنگ های خوبی در حال حاضر قرار دارن، یکی از دوستش چکمیته و الان توی تاپ 15 دنیا هست، یعنی همین الان بتل نره دیگه تاپ 30 دنیا تموم میکنه اگه حتی بتل نره. شرایط میگم یه خورده در حال تغییر، سیزن آینده کاملا متحول میشه، متای لاوا همچنان میتونه پا بر جا باشه چون میتونه پکارا شکست بده، بچه ها لاوا همیشه اینطوری بوده دیگه. اوه چیکار کرد؟ خب مثل اینکه میخواد کار روی سر ما و تمام کار کارل لژن به همین راحتی تموم شد. خب عزیزان بریم برای بتل بعدی، اینا شب آخر سیزنه. بچه ها من داشتم پوشکاپ میکردم و داشتم برای اکانت خودم بتل میزدم، الان 3400 تا کاپ دارم و خب امیدوارم که بتونم 3500 تا رو بزنم و تموم بشه. البته شما الان از شرایط من دیگه با خبرید که زدم یا نزدم، ولی خب این چیزی که الان خودم میدونم اینه که باید 3500 تا رو بزنم الان شب آخر سنی بچه ها. و به ترکیبی خورده که داشتم همین بتل های گذشته از هادی راجبش حرف می زدم، ترکیبی که گفتم ترند شده و دیگه باید هادی بزنه دیگه، طبیعیه هادی باید الان حریف رو مچاله بکنه که اتفاقا داره از کانارم استفاده میکنه. بله چیز طبیعی، یعنی باید دابل پرینس به دابل پرینس و هادی بزنه نه هودم هرده بار کنه، چیز دیگه انتظار نمیره. این مچ هم به نظرم 50-50، اگه بخوایم خیلی سختگیری بکنیم 55-45 بدن فریفه، خیلی بخوام سختگیری بکنم. بچه ها فکر کنم گیم صداش نیفتاده بوده تا این لحظه اگه اشتباه نکنم، بله چون این دکمه پایین بود. برحال از این به بعد دیگه صدا رو داریم، شرمنده اگه اینطوری بوده تا این لحظه شد نواسم نبود اصلا، یه دفعه همین الان دیدم. به هر حال بچه ها فعلا داره بازی به نفع عادی پیش میره توی دابل پرینس که واقعا بچه ها یه بحث جدا و بحث فلسفی باید اوورد توی این متا، چون ببین 15 روز اول این سیزن خیلی اومدن شاخ شدن با یعنی شاخشونه کشیدن با ترکیب دابل پرینس و الان دیگه اصلا دستری ازشون نیست. نمونهش خودتون میدین من منظورم کیا هستن، آقای مثلا تاپ 20 می اومدن تاپ 30 می اومدن، ولی الان میبینید دیگه پلیرهای خاص خودش هستن که الان توی ترکیب دالپریس تو کاپ های بالا مثلا پلیر حریف یا یونا جونا یا همون جونا خود هادی یکی دو نفر دیگه که نسبت به 15 روز اول کاملا اوکی شد، کمتر شد ترکیب، اون ترکیبی که دارم عرض میکنم همین بالاییه بالانس شده جورایی. تو نمونهش چتی داشت با این ترکیب بازی میکرد، اوکی بسیار عالی. Ha ha ha!
چی شد؟ باورم نمیشه چی دارم میبینم. شیت، نتیجه باورم کردنی بود. خب رفقا، الان هادی 52 دنیاست. من همین کاپ هادی برسم برام راضی کننده میتونه باشه. آره همین کاپ. سه تا بطل میخوام دیگه برای این کاپ هادی. خودم عرض میکنم. خب دارک سی سی تو سین سینیسترو، چی اسمی داره؟ سینیسترو که فکر کنم آره دیگه جاینت گریویارده ترکیبی که این هم بچه ها زیاد چیزی نیست، یعنی پلیری خاص خودش رو داره، سخته باش بازی کردن تو این متا، باید بهش اشاره بکنیم. و الان هم که دیگه هادی داره با دگر دچز بازی میکنه، کارش سخت‌تره دیگه به مراتب. نمیدونم چرا از این دگر استفاده میکنه، نتیجه میگیره ها، ولی به نظرم با پرینسس خیلی بهترم میتونه نتیجه بگیره، چون خودم پرینسس رو بازی میکنم و دوستش دارم، یعنی کارتی که بی نظیریه تاور منظورمه. به نظرم به خادی بیشتر بیاد که پرینسس رو استفاده بکنه. این مچ که برا حریف بچه هاست، شک نکنی راجبش. یه جاینت گریویارد، چون گریویارد الان ضد هادی هم هست سخت تره دیگه. یه لحظه من اینو خاموش کنم، یه دفعه نزنه. اوکی، حل چشاتونه. چیزی هم به آخر سیزن نمونده بچه ها، تقریبا 3-4 ساعت. روز این لحظه که بی نظیر عمل کرده جاینت گریویارد. میره برای جاینت 100%. بله چه بومبره تحکمون نازی رسید، چسبید به تاور بچه. تمام دارک سیسترو با وجود زد بودنش از هادی باخت و 3520. هاد میبینید بچه ها چیزی که هر شخصی میخواد متفاوت، الان کاپی که هادی میخواد یه جوری هدف منه تو این سیزن در واقع. الان هستش ناکنید 45 دنیا، ولی خب راضی نیست به این کاپ ها دیگه. خیلی خب عزیزان دل، بیریم برای بطل بعدی. دامینیک در برابر هادی جذاب میتونه باشه، فوق العاده جالبه بچه ها. فقط من دارم لایوای هادی رو نگاه میکنم، چون تو کلنش کلنی که قرار داره همه فقط به خاطر لایوای هادی تو کلنش، هم باور کنید 70% به خاطر لایوای هادی هم که تو کلنن. و البته صبح هم از دلیلش این هم میتونه باشه، ساعت 10 صبح دیگه بچه ها، الان دلیلش هم این میتونه باشه. بچه ها الان رنگ من با این کاپی که در واقع هستم 76 76 هفته دنیا بودم، همین هم داشتم چک میکردم. احتمالا این بطل هم ببینیم، یه بطل دیگه هم از هادی ببینیم، من دیگه برم سراغ پشکاپ اکانت خودم احتمالا.
و به امید اینکه بتونم تو این دو ساعت باقی مونده ریسکه دیگه بچه، هر چیزی ممکن اتفاق بیفته و اصلا ممکنه منفی بخورم یا بشه، چون دو ساعت آخر سیزن دیگه فرصت چیزی نیست دیگه، منفی بشه دیگه تمومه. اشتباه من این بوده، یعنی من دیشب میتونستم ادامه بدم، بعد این کار انجام میدم، ولی خب دیگه دو ساعت آخر سیزنه و بعد به نتیجه برسه. خب لابا رو از بک زد بومبر و دیگه تموم کار، به نظرم نمیرسه دامینیک بتونه تابه رو بگیره، شانسش خیلی کم. اونم از میگامینیان بسیار عادی. یه نام زب تمام. این فینیکس هم میزنه. تمام. خب این هم از بطل بعدی از حالی. چقدر ویدیوی جذابی داشتین برای امروز. حرفه‌ای. فوق‌العاده بی‌نظیر. همه چی تموم از هادی. خب رفقا دقیقا ساعت 10:03 صبح هست و هادی رو با هم دیگه داریم، ببینیم. او شیت بچو، یه نفت و دو هفت رو ساعت آخر سیزن به هادی خودمون خورده. چه مچی میتونه باشه بچو. دیگه این مطل آخره، نمیدونم دیگه هادی میخواد ادامه بده نده، ولی این دیگه مطل آخره بنده خواهد بود برای هادی که دیگه میرم برای اکانت خود. تکامل بومبر بسیار عالی، ترکیبه این خیلی زده برای هادی، من دارم حسش میکنم زد بودن این کاملا مشخصه. همین الان هم بچه هادی میخواد ول بکنه با یه فاصله عجیب غریب بهترین رنگ که ایران رو زده، همین الان میخواد ول کنه. پرینس نمیتونه برسونه بچه، کارتا نمیچسته به تاور. خیلی اصلا شما فکر کنم حس میکنید که چقدر حریف زده. اونم چه حریفی. حتی این ورژن درویل هم میتونه برای من زد باشه، پویزن و نمیدونم تستای تکامل و خیلی میتونه سخت باشه. حتی پیکا بانو گریویارد هم نمیتونه بالا یارو بزنه. بعدی خوده بودیم، فقط با اسپل تونسته تا اینجا بادی رو ببره ها، فقط داره اسپل پویزن رو میزنه. تمام بچه، امیدوارم که از این ویدیوی ریاکت از هادی، ریاکت آخر سیزن خوشتون اومده باشه. لایک ویدیو رو بکوبید اگه نکردین این کارو،
تا ویدیوهای آینده بچه‌ها، بدرود.